با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا یک بار دیگر در خدمت هستم با برنامه آن سوی خبر جمهوری اسلامی امورات زمین رو بعد از 35 سال کاملا درست کرده حالا در اندیشه فضاست تسخیر فضا و به روی ماه رفتن و تصویر جادویی آقای خمینی رو که در روزهای نزدیک به پیروزی انقلاب مردم بر ماه دیده بودن در آنجا کشف کنند که چنین تصویری چگونه است حیف که نمیتوان به درون ماه تا, حد تا امروز راه پیدا کرد تا اهالی ولایت فقی ثابت کنند حقا معجزه شده و تصویر امام بر ماه نقش بسته است تا آن زمان البته آقای حسین دهخان وزیر دفاع ایران و معاون اجرایی رئیس جمهوری دو ماهواره را رونمایی کردند بر پای این گزارش ماهواره خلیج فارس که توسط البته سازمان هوافضای جمهوری اسلامی درست شده و دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحی اون رو بر داشته آماده شده ماهواره خلیج فارس برای برقراری ارتباط امن و سرویس پیام رسانی کوتاه مورد استفاده قرار میگیره این ماهواره بخشی از یک پروژه بزرگتر یک منظومه ماهواره ای برای جمهوری اسلامی است ماهواره تدبیر نیز توسط مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده است این ماهواره دارای مأموریت عکسبرداری با قدرت تفکیک مکانی است سردار حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم گفت اگر در پی استقلال واقعی هستیم باید به دنبال کسب قدرت باشیم میدانید این آقای دهخان کیست این آقای دهخان کسی که در 1982 زمانی که حزب الله رو به طریقه سزاریان از شکم جنبش عمل بیرون میکشیدن به عنوان یکی از قابله ها حاضر بود و بعدها کسی است که برنامه بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و سفارت آمریکا در لبنان رو طراحی کرد به همین دلیل نیست در طول این سی سال همگاه دهقان وجود داشته در وزارت دفاع نشد در وزارت صنایع صنایع نشد جهاد سازندگی جهاد سازندگی نشد اطلاعات سپاه اینها آدم های دائمی هستند چون مراتب ارادت خود به ولی فقیه و زوب شدن در او رو با کشتار آمریکایی ها و در بسیاری از موارد ایرانی ها ثابت کردند. پرزن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه علم و تحقیق بدون محیط آزاد یافتنی نیست گفت ما نیاز به محیطی امن در دانشگاه داریم و نیاز به محیط امنیتی نداریم. شگفت چقدر آقای روحانی مثل همه منبری ها خوب حرف میزنه خبرگزاری مهر گفته آقای روحانی در اجلاس رؤسای دانشگاه ها فرمودند دانشگاه اگر استقلال آکادمی که خود را باز یابد تحقیق و آزادی توسعه علمی و آزادی همواره دستشان در دست یکدیگر است هیچ جا شما علم و تحقیق را بدون محیط آزاد نمیتوانید بیابید رئیس جمهوری در این باره افزود دانشگاه باید فضایش فضای علم باشد نه سیاست زدگی فضای دانشگاه باید فضای آرام باشد نه فضای خاموش چه ایرادی میگیریم از محمد رضا شاه مگه او غیر از این میگفت تازه در زمان محمد رضا شد دانشگاه سیاسی هم بود حالا غیر از این ولی چرا ایراد میگیریم که میگفت دانشگاه باید مرکز علم یافتن باشد نه مرکز جنجال ها و درگیری های سیاسی گو اینکه دانشگاه ما این آخری ها مقره چریک های فدای خلق و مجاهدین و حزب توده و مقدار کمتری میلیون بود الهام امینزاده معاون حقوقی آقای روحانی ماشالله چقدر معاون داره با اشاره به تدوین سند حقوق شهروندی گفت طرح تدوین سند حقوق شهروندی ترهی سیاسی تبلیغاتی و شعاری نیست بلکه ترهیز است که باید به طور واقعی به اجرا دارد و قابلیت اجرایی دارد. او تاکید کرد مردم ایران نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی حساسیت ویژه ای دارند و خواهان رعایت کامل حقوق خود از سوی ادارات دستگاه ها و ارگان هایی هستند که روزانه باید با آنها در ارتباط باشند خانم امینزاده اظهار کرد سند حقوق شهروندی بدون شک به صورت لایحه و یا بخشنامه رئیس جمهوری به همه دستگاه ها ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد به گفت خوشبختانه وکلای زبده و حرفه کشور درباره تدوین سند حقوق شهروندی به یاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده و تاکنون بیش از دویست مقاله و هزار نامه اینترنتی در این باره دریافت شده است. هشت سال آقای خاتمی تلاش کرد حقوق شهروندی رو به صورت یک لایه به تصفیب رساند و سرانجام شکست خورد امیدواریم سرنوشت طرحی که خانم الهام به دنبان آنست نظیر تلاش های آقای خاتمی نباشد آقای مجید تخت روانچی رو خوب میشناسید یکی از معاونین وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هست. ایشون زمانی هم دانشکده روابط بین الملل رو سرپرستی میکرد. او اعلام کرد خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از مذاکرات وین به تهران سفر خواهد کرد. قرار است دور جدید مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک برای رسیدن به توافق نهایی 29 بهمن ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. تخت روانچی افسود هنوز زمان دقیق آن تعیین نشده اما این سفر پس از مذاکرات اتمی انجام خواهد شد. دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مهر امسال در سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفر به ایران دعوت کرده بود این دعوت دعوتی عام بدون تعیین زبانی مشخص بود خانم اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه والست جورنال آمریکا از سفر خود به ایران در هفته های آینده خبر داد و گفته بود هدف از سفرش گفتگو با مقام های ایرانی درباره مسائل منطقه ای خواهد بود خب رسیدیم بالاخره ایران بدعهدی نکرد چند روزی گذشت و مجال پیدا کرد 550 میلیون دلار از پولهای خود رو بیرون بکشه فرایند انتقال قطعی اولین بخش از درآمدهای نفتی به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس پایان یافت. وزارت خزانه داری آمریکا هم با تایید این موضوع گفت که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. حالا این 550 میلیون نصیب که خواهد شد طبیعتا در درجه اول دفتر مقام معظم رهبری خیلی تعهد داره به حزب الله به جهاد اسلامی گزارشی داریم در این زمینه توجهتون رو به اون جلب میکنیم منابع خبری از واریز مبلغ 550 میلیون دلار قصد اول درآمدهای نفتی بلوک شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس خبر میدن. در این خصوص یک مقام آگاه به خبرگزاری ایرنا گفت با شروع رسمی روز کاری اداری از روز دوشنبه در اروپا و بر اساس اعلام بانک مرکزی ژاپن فرایند انتقال طبیعی اولین بخش از درآمدهای نفتی ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان در سوئیس پایان یافته است پیشتر عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران, ایران اعلام کرده بود اولین قصد از چهار ممیز دو میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ناشی از درآمد نفتی ایران شامل 550 میلیون دلار روز شنبه هفته جاری به حساب مربوطه در سوئیس واریز شد. وی افسوده بود تا آنجا که اطلاع دارم همه اقدامات لازم انجام شده و نقل و انتقالات صورت گرفته و پول به حساب مربوطه در سوئیس واریز شده است. در همین راستا وزارت خزانهداری آمریکا هم تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. وزارت خزانه داری آمریکا گفت بر اساس توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی روند انتقال مبلغ یاد شده از 31 ژانویه شروع شده است اما از افشای نام بانکی که این نقل و انتقالات بانکی را انجام داده خودداری کرد محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز واریز پول به مبلغ یاد شده به حساب ایران را تایید کرد و گفت بخشی از پول بابت بدهی های ایران به سازمان های بین المللی یا بورسیه دانشجویان ایرانی خارج از کشور هزینه می شود. در همین حال یک سخنگوی خزانهداری آمریکا به رویترز گفته است هیچ بانک آمریکایی در نقل و انتقال این مبلغ نقش نداشته اما خود دولت آمریکا تسهیلاتی برای کمک به انتقال دارایی‌های رفع توقیف شده ایران ارائه کرده است اخیرا کاخ سفید کل دارایی های بلوکه شده ایران در خارج را 100 میلیارد دلار عنوان کرده بود بر اساس توافق ژنو که سوم آذر حاصل شد و سی به اجرا گذاشته شد قرار است طی شش ماه ایران بتواند در هشت نوبت به چهار و دو دهم میلیارد دلار از دارایی های نفتی بلوکه شده خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد این حجم از منابع مالی ایران در هر نوبت در ازای عمل گام به گام ایران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب توافق ژنو در دسترس تهران قرار داده خواهد شد. قصد دوم ایران دهم ده اسفندما اسفند ما و به مبلغ 450 میلیون دلار است. حقا آدم شگفتی زده میشه چه ناقاره کوبیدن ساز و دهل و پیروزی بر استکبار پیروز شدیم آمریکا زانو زد پنج به اضافه یک دست ها رو بالا بردن چقدر هقارت آمیز این قرار داد احساس شرم میکنه آدم در شرایطی که ما چه امکاناتی داشتیم که قرارداد بسیار بهتری ببندیم و حالا شادمانیم از اینکه 450 میلیون دلار یا 500 میلیون دلار از پولای خودمون اجازه میدن برداریم در مقابلی که ما همه درها رو براشون باز کردیم در حالی که میتونستیم با سر بلندی هم جنگ به پایان ببریم هم ماجرای اتمی این روزها رسمه و شدیدتر هم شده که در مطبوعات جمهوری اسلامی یا در نشریات غربی معمولا وقتی صحبت از عربستان سعودی میشه اشاره میکنن که حامی گروه های سلفی و تندرو ولی کمتر کسی میدونه که در خود عربستان بزرگترین دشمن دولت عربستان سلفی های تندرو و بنیادگرایی هستند که خب رهبرشون رهبر القاعده در واقع اسامه بن لادن توسط آمریکایی‌ها شکار شد و در طول سالهای گذشته صدها تن از اینها که شهروند سعودی بودند یا دستگیر شدن یا به قتل رسیدن یا توبه کردند. پادشاه سعودی با مشکل بزرگی با اینا روبروس به همین دلیلم فرمانی صادر کرد که مطابق آن شهروندان سعودی در خارج از کشور که میجنگند به مجازات خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری ها در این فرمان برای این گونه جرایم از 3 تا 20 سال زندان در نظر گرفته شده است. در فرمان پادشاه سعودی همچنین آمده شهروندان این کشور که به عضویت گروه های تروریستی در یا از آنها حمایت مادی و تبلیغاتی کنند با مجازاتی سنگین تر از 5 تا 30 سال روبرو خواهند شد. در این فرمان افزوده شده که وظیفه حکومت جلوگیری از اعمالی است که امنیت و ثبات ملی را به خطر می اندازد و وجهه کشور را از نظر اسلامی بین و, مللی و در میان عرب ها خدشه دار می کند. در رویدادی دیگر مرتبط با عربستان کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما در ماه مارس ماه آینده از عربستان دیدار خواهد کرد. در بیانیه کاخ سفید گفته شده که رئیس جمهوری آمریکا پس از سفرش به هلند، بلژیک و ایتالیا به عربستان می و درباره موضوعهایی چون امنیت خلیج فارس و منطقه، صلح خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و رونق و شکوفایی منطقه گفتگو خواهد کرد. خیلی جالب بود در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ، خانم لبنی وزیر دادگستری اسرائیل که در این حال مذاکره کننده اصلی در مذاکرات صلح هست مشغول صحبت کردن بود. بعد از پایان صحبتش امیر ترکی، ترکی الفیصل که پسر ملک فیصل و قبلا رئیس اطلاعات بود و سفیر عربستان سعودی در لندن و واشنگتن پا شد و به او گفت حق داری که تو مذاکره کننده باشی و اشاره کرد به اینکه چرا بر دولتش فشار نمیاره تا حقوق فلسطینی‌ها رو به رسمیت بشناسه خارم لونی گفت ای کاش شما اینجا بودید و امیر ترکی گفت در سال 2002 ما طرحی رو به نام طرح صلح عربستان ارائه کردیم اگه شما پذیرفته بودید امروز دولت فلسطین تشکیل شده بود و تمام کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل رابطه داشت. در این میان القاعده اعلام کرده که گروه های دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش با این سازمان هیچ ارتباطی نداره. انقدر داعش کاراش بده که القاعده میگه من ارتباطی نداره. خبرگزاری فرانسه در پیام فرماندهی القاعده که به روی سایت های جهادی منتشر شده، نقل کرده که گروه دولت اسلامی عراق و شام ای از القاعده نیست. این پیام افزوده القاعده هیچ ارتباطی با این گروه ندارد. در جریان تاسیس آن نبوده، برای آن فرمانی صادر نکرده و مشورتی هم میان دو گروه صورت نگرفته است. در این پیام همچنین آمده القاعده به هواداران خود دستور داده که از همکاری با گروه دولت اسلامی عراق و شام دست بکشند هیچ ارتباطی با تشکیلاتی با این گروه نداشته باشند این گروه خود مسئول رفتارهای خود است گروه داعش اندیشه تندروی القاعده را به عنوان پایه فکری خود انتخاب کرده گروه که در سوریه و غرب اراق فعال است هدف خود را بر پایه امارت اسلامی اعلام کرده است با وجود بیانیه سازمان القاعده اما هنوز مشخص نیست که اختلاف میان گروه داعش و القاعده از چه زمانی آغاز شده چون همه این گروه ها به هر حال به نوعی مرتبطن با اون اندیشه القاعده ترور استفاده از نام دین برای کشتار و تحقق هدف ها. در لبنان یک بمبگذار انتحاری بعد از ظهر دوشنبه چهارده بهمن دیروز یک مینیبوس را در منطقه شویفات در بیروت پایتخت لبنان منفجر کرد این منطقه منطقه شیعه نشینه بنابر اعلام سازمان صلیب سرخ و مروان شربل وزیر کشور لبنان در این انفجار تنها مهاجم انتحاری کشته شد و دو نفر زخمی شدند. راننده مینیبوس و یک زن آبر پیاده زخمی های این انفجار هستند. این منطقه یکی از ورودی های منطقه زاهیه یا همان حومه جنوبی بیروت به شمار می آید که پایگاه هزبالله است. ساکنان شویف ها تقریباً از همه مذاهب لبنان هستن اما شیعیان اکثریت دارن هنوز هیچ گروهی مسئولیت این فجار انتحاری را بر عهده نگرفته ولی قاعدتا باید گروه عبدالله اعظم بگویند ما این یا جبهه نصره در سوریه یک منبع سوری گفته که دور دوم مذاکرات میان دولت و مخاف... مخالفان سوریه در ژنو با تاخیر برگزار می شود به گزارش رویتر این منبع گفته که دور دوم مذاکرات دولت و مخالفان سوریه در ژنو که قرار است دهم ده فوریه برگزار شود با چند روز تاخیر یا بیشتر برگزار خواهد شد به افزود هنوز زمان قطعی برگزاری دور دوم مذاکرات میان دولت و مخالفان سوریه مشخص نشده است در پایان دور نخست مذاکرات هیئت های مذاکره کننده دولت سوریه و ائتلاف مخالفان سوریه در ژنو آقای لخزر ابراهیمی فرمانده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دهم ده فوریه را برای برگزاری دور دوم مذاکرات مشخص کرد بنابراین گزارش دور نخست مذاکرات دولت و مخالفان مم. که با میانجیگری ابراهیمی در ژنو برگزار شد بدون دستیابی به هیچ نتیجه به پایان رسید در رویداد دیگر آقای ناصر قدوه که خواهرزاده یاسر عرفات هست است معاون لخزر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه استعفا کرد مارتین نسیر کی سخنگوی یانکیمون دبیر کل سازمان ملل به خبرگزاری گفت که آقای یانکیمون از ناصر قدوه به خاطر خدماتش در سمت معاون لخزر ابراهیمی و همچنین دوران معاونت کوفیانان نماینده ویژه سابق این سازمان در امور سوریه قدردانی کرده ناصر قدوه پیش از این وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی و از ناظران سازمان ملل بوده است در افغانستان که تب انتخابات آغاز شده حامل کرزای رئیس جمهوری در مصاحبه گفته حضور آمریکایی در این کشور جنبه مثبتی نداشته است عجیبه مردی که آمریکا ساخته است اون وقت اینجور باید بگیم به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف آقای کرزای گفته آمریکایی به نفع من تلاش نکردند بلکه علیه من فعالیت کردند این درسته در انتخابات دوره گذشته آمریکایی خیلی دلشون نمیخواست آقای کرزو انتخاب بشن به همچنین گفت که حدود هفت ماه است که با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملاقاتی نداشته که این نشانگر شکاف عمیق بین کابل و واشنگتن به حساب میآید در این باره گفته در این دوازده سال همواره از آمریکا خواسته که به زندگی مردم افغانستان اهمیت بده. به ادامه داد ما در مراسم خاک سپاری نلسون مندلا در افقای جنوبی یکدیگر رو دیدیم اما صحبتی نداشتیم و چند نامه تنها رد و بدل شده سخنان کرزای در مورد آمریکا خشم مقامات آمریکایی رو برانگیخت آمریکا در جنگ افغانستان 648 میلیارد دلار خرج کرده 2211 تن از, از نیروهایش هم در این کشور کشته شده و حالا آقای کرزای فردی که یا از هیچستان آوردند ساختند بزک کردند لباس تنش کردند و او رو به کرسی ریاست جمهوری نشاندن علیه سازندگان خود تمرد کرده است در ترکیه روزنامه ها و مخالفان دولت ترکیه میگویند توافقنامه ایران و ترکیه فقط به زبان فارسی امضا شده مترجم ایرانی گفتگوها را اشتباها ترجمه کرده و در ملاقات اردوگان و خامنه ای جای پرچم ترکیه خالی بوده است آقای رجب تهیه بردوگان نخست وزیر ترکیه هشتم بهمن ماه سفر دو روزه به ایران داشت و با آقای خامنه ای روحانی و چند تن دیگر از مقامات دولتی ایران دیدار کرد هیئت ترکیه ای در این سفر تفاهم نامه هایی را با همتایان ایرانی خود امضا کردند به گزارش در این زمینه توجه فرمایید پس از بازگشت اردوغان از ایران در دهم بهمن 92 به ترکیه مخالفان دولت به جنجال امضای توافقنامه ایران و ترکیه اعتراض کردند که متن آن فقط به زبان فارسی نگاشته شده و نسخه انگلیسی و ترکی نداشته است در کانال های تلویزیونی ترکیه فیلم امضای توافقنامه ایران و ترکیه پخش شد که در آن وزیر اقتصادی این کشور از امضای قرارداد امتنا می کند در فیلم دیده می شود که اردوغان با دست به وزیر خود اشاره می کند که قرارداد را امضا کند. در همین حال رهبر یکی از احزاب مخالف دولت اردوغان به دویچوله گفته است و این موضوع را به پارلمان کشور کشانده است. موضوع دیگری هم که باعث جنجال روزنامه ها و کانال های تلویزیونی ترکیه شد ترجمه اشتباه صحبت های اردوغان و تانیر یلدیز وزیر انرژی ترکیه به فارسی بوده است. یکی دیگر از موارد جنجال برانگیز سفر اردوغان به ایران آن بود که به هنگام استقبال رسمی از مهمانان ترک در حالی که سرود ملی دو کشور پخش میشد، یک نفر با جاروبرقی در حال تمیز کردن فرش قرمزی بود که قرار بود اردوغان از روی آن و از مقابل گارد احترام رد شود این صحنه که نشانگر ضعف جدی طرف ایرانی در تدارک استقبال از اردوغان بود چندین بار از کانالهای تلویزیونی ترکیه پخش شد این صحنه به بهانه برای انتقاد از تدارک ناشیانه استقبال دیپلماتیک طرف ایرانی بدل شد. روزنامه های ترکیه از جنجال دیگری هم پرده برداشتند که گفته می شود در دیدار اردوغان با آیت علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی پرچم ترکیه در کنار پرچم ایران نبوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به همراه هیئتی از جمله وزرای انرژی، اقتصاد، فرهنگ و خارجه نیمه شب سهشنبه 8 بهمن ماه به ایران سفر کرد و در ساعات پایانی چهارشنبه نهم بهمن ماه ایران را ترک کرد. بر اساس گزارش ها در این سفر سه تفاهم نامه یکی در زمینه تعرف های ترجیحی و دیگری سند پنجمین کمیته مشترک تجاری و دیگری مربوط به تفاهم همکاری خبرگزاری های دولتی ایرنا و آناتولی به امضای دو طرف رسید. تفاهم نامه تعرف های ترجیحی مربوط به کاهش تعرف های گمرکی برای 220 قلم صادرات تولیدات صنعتی ترکیه و واردات محصولات غذایی از ایران می شود. تفاهم نام برخلاف قرار داد الزام آور نیست. همچنین در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اردوغان سند تشکیل شورای عالی همکاری های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه امضا شد. عدم رعایت شون و تشریفات دیپلماتیک توسط ایران در حالی است که روزنامه های ترکیه کارشناسان و حتی مخالفان دولت اردوغان بر این باورند که تمامی این ماجراها در آستانه نخستین دیدار حسن روحانی از ترکیه که اول اسفند 92 خواهد بود به این زودی ها تمام نخواهد شد و حتی با سفر رئیس جمهور ایران این موضوع تشدید خواهد یافت در رادیو دو در آن روزهای خوب استبداد برنامه داشتیم صبح بخیر ایران و برنامه اسرانه با رادیو دو وقتی برف می اومد یه آرمستیشن داشتیم که آهنگشون ناصر چشمازل درست کرده بود آرمستیشن مختلف کلامشو من نوشته بودم و گروه کر همونو اجرا میکرد و البته هوشنگ قانعی هم به عنوان تهیه کننده برنامه ناظر برون بود برف که می اومد آرمستشن میخوان برف سپید از ره رسید حالا برف آمده چه جورم آمده در شمال ایران در شهرهای مختلف چند روز پیش تو خبرهای دم چارده استان مدارس رو تعطیل کردن چون بچه ها نمیتونن به مدرسه برن حالا در پی بارش برف سنگین دوباره در شمال ایران سردار سلشگر محمد علی معروف به عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران دستوری ویژه برای کمک به مردم و دستگاه های مسئول به فرماندهان سپاهیان استان گیلان و مازندران صادر کرده وای به حال مردم در همین راستا معاون امور اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران میگوید که ظرفیت مراکز اسکان موقت شهرداری در زمستان پر شده است رضا جهانگیری فر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این خبر اعلام کرده که ظرفیت جای گرم برای بی خانمان ها به اندازه یک سوم افراد بی خانمان است. آقای خامنه این مرتب از بی خانمان ها در آمریکا میگوید. وی همچنین تاکید کرده که زنان سهم کمتری در این میان دارند. زیرا امکان تاسیس گرمخانه برای بانوان بی خانمان وجود ندارد. جمهوری اسلامی دیگه. نگران هجاب سر زن است. تار موشون بیرون نیفته. اما شب کجا میخوابن مهم نیست. در این راستا آقای روحانی نیز دستور تأمین نیازمندی های استان های شمالی را داده است. قاسم احمدی لاشکی دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران هم گفته است روستاهای غرب استان مازندران و بسیاری از شهرها در این منطقه با مشکل قطع آب و برق مواجهند و در وضعیت بحرانی به سر بیدن از برکات اسلام ناب انقلابی محمدی آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه هم گفتن ما به دقت عمل کرده تیم مذاکره کننده هسته ای را مد نظر داریم یعنی مای یه روزخان دیروز از اتم سرش داریم از مذاکرات اتمی ما در صحنه هستیم و اجازه نمیدهیم به نظام خدشهای وارد شود یعنی به امامه ما ولی وارد شد تسلیم مطلق وی با بیان اینکه تحریم های فعلی نسبت به تحریم های شعب عبی طالب ناچیز است چی رو باشی مقایسه میکنه گفت ملت ایران باید صدای اسلام ناب را به دنیا برسانه مسئله ما با آمریکا بر سر موضوع هسته ای نیست بلکه دشمن میخواهد مقاومت درونی ما را بشکند کی گفت آمریکا دشمنه سعیدی اصار داشت نباید با چهار میلیارد دلار راضی شد چرا که شعن ملت ما بالاتر است تیم مذاکره کننده ما باید در چارچوب تدابیر جلو برود اینو ولی فقی تاییدشون کرده چرا که ملت ایران دو گزینه قوی تر از دولت آمریکا روی میز دارد گزینه اول بنیای دفاعی و گزینه دوم ایمان مردم است که طوفان به پا می کند لازم به یادآوریش که آقای ظریف اعلام کرده بود که شما با این تیر و ترقه و موشک در برابر آمریکا 5 دقیقه هم نمیتونید مقاومت کنید میخوره شما رو و بنابراین باید به دیپلماسی جلو رفت اون مقاومت و ایمانم که میگویند رژیم جمهوری اسلامی تمام ملت ایران رو بی ایمان کرد آقای سعیدی گفته نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه و بسیج در اوج آمادگی معنوی قرار دارند و دشمن نیز از این موضوع مطلع است کدام دشمن محمد جواد ظریف که ذکر خیره شد در سخنانی در برلین گفت ما هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهیم بود او همچنین هالوکاست را جنایت خواند و تاکید کرد که حتی این تصور که ایران به دنبال سلاح اتمی است هم به ضرر امنیت ایران است ظریف درباره رسیدن به توافق هسته نهایی با گروه پنج به علاوه یک نیز گفت که به نظر او رسیدن به چنین توافقی در ظرف شش ماه آینده ممکن است یادمان باشد آقای احمدی نژاد با نفی هالوکاست و انکار کشتار یهودیان به دست رژیم فاشیستی هیتلر باعث شد هشت سال ملت ایران بدنامی رو تحمل بکنه و اون همه فشارهای اقتصادی و سیاسی و معنوی رو حالا آقای ظریف میگه نه هالکاست واقعیت داره این را میگوین دیپلماسی جمهوری اسلامی گزارشی داریم در این زمینه توجه شما را به اون جلب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آلمان به سر میبرد در اظهاراتی در گفتگو با رسانه ها در آلمان و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنانی به بحران سوریه پرداخته گفت که عربستان و ایران در مقابله با افراطی گرایی در منطقه منافع مشابهی دارند او گفت که اگر عربستان نیروهای افراطی اسلامی درگیر نبرد در سوریه را به زمین گذاشتن سلاح تشویق کند ایران نیز آماده است تا از نفوذ خود بر بشار اسد برای پایان دادن به درگیری ها استفاده کند. محمد جواد ظریف همچنین در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی آلمان کشدار جمعی یهودیان در جنگ جهانی دوم یعنی هولوکاست را جنایتی خواند که دیگر نباید تکرار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گفتگوهای خود شرکتها و مؤسسات اقتصادی این کشور را ترغیب کرد تا در ایران به فعالیت بپردازند. درخواست ظریف بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای جان دادن به اقتصاد ضعیف و بحران زده کشور تلقی می شود. به ویژه دانش فنی و علمی شرکت های آلمانی مورد تایید ظریف قرار گرفت. ظریف با بیان اینکه یک سوم اقتصاد ایران به نوعی با آلمان مرتبط است، از صاحبان صنایع و سرمایه در این کشور خواست که بر روی این پیشینه و ظرفیت سرمایه گذاری کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افسود که کالاهای ساخت آلمان همچنان اعتبار و وزنی خاص در ایران دارند و آلمان در کل اروپا یکی از شرکای سنتی مهم اقتصادی ایران به شمار می‌رود تا پیش از اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی صادرات آلمان به این کشور به حدود 4 میلیارد دلار می‌رسید که بیشتری میزان در میان کشورهای اروپایی بود ظریف در ادامه خواست که غربی ها جدیت جمهوری اسلامی را در بست مناسبات اقتصادی بیازمایند و گفت ما را بیازمایید و ببینید که آیا ما ترسی داریم که بازارهای خودمان را به روی های خارجی باز کنیم؟ ظریف در ادامه به موضوع پرونده هسته ایران پرداخت و با بیان اینکه مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به یک میتواند ظرف شش ماه آینده به نتیجه برسد تاکید کرد که بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا یعنی آلمان در این زمینه میتواند نقش تعیین کننده ای بازی کند. دور بعدی مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه پنج بلاوه یک هجده در وین برگزار می شود. در دور قبلی مذاکرات در ژنو توافقی کم سابقه به دست آمد که به موجب آن ایران باید غنیسازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف کند. ذخیره موجود اورانیوم 20 درصدی غنی شده را اکسید یا رقیق کند و غنی 5 درصدی را گسترش ندهد در مقابل کشورهای غربی بخشی از تحریم ها علیه ایران را لغو خواهند کرد قرار است در دور جدید مذاکرات این توافق نهایی شود در این دور از جمله درباره تطبیق توافق ژنو با قطعنامه سازمان ملل علیه فعالیت های هسته ایران بحث و تصمیم گیری می شود قطنامه های یاد شده خواهان تعلیق کامل غنیسازی اورانیوم در ایران هستند گاهی اوقات که من اصخار نظر بعضی از مقامات جمهوری اسلامی رو میبینم از خودم سوال میکنم برای چه آقای کروبی و موسوی در حس هستند یا چرا این همه زندان های جمهوری اسلامی از کسانی که فقط انتقاد کردند پر است آقای علی یونسی نماینده آقای روحانی در حوزه اقلیت ها چهره ناشنایی نیست وزیر اطلاعات بوده رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و هر حال در هیته امنیتی و قضایی فعالیت کرد وقتی او میگه روش دستگاه قضایی امروز بیشتر تولید جرم میکند و این شیوه ها موجب ناامنی و بیاعتمادی شده و مردم را از دستگاه قضایی دور میکند دقیقا حرفی رو میزنه که بسیاری از وکلا و حقوقدانان عنوان می کنند و بابتش به زندان میرند یونسی ضمن اعلام این موضوع گفت امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می شود اصلا احساس شربندگی نمی کند حتی افتخار هم میکند یونسی در پایان گفت متاسفانه شنیدم که دستگاه قضایی شرکت های اقتصادی به راه انداخته وی با انتقاد از این موضوع گفت اصلا درست نیست چرا که دولت موظف از تامین بودجه قوه غذایی را خود تامین کند و نباید منت روی سر قوه غذایی بگذارد دادستان اسبق تهران در پایان هم گفت که محاکمه اعضای شاخه مخفی و نظامی حزب توده و فدایان اکثریت بر عهده او نبوده است علی یونسی هدف انتشار چنین اخباری را تخریب خود خوانده است حالا یونسی باید منتظر اخبار دیگری هم باشد و این نکته قابل تعمله که فردی مثل آقای یونسی به این نتیجه میرسه تمام افراد شراط فدمندی که در قوه قضایی بودن بیرون اومده آقای یونسی خودش در مقام وزیر اطلاعات فعالیت های اقتصادی وزارت رو ممنوع کرد آقای دفسنجانی وقتی رئیس جمهوری بود در یک حکمی که اصلا معنا نداشت به وزارت خانه از جمله وزارت اطلاعات اجازه فعالیت های اقتصادی داد که برن خودشون پول تولید کنند و چه جنایاتی وزارت اطلاعات و چه فسادی رو مرتکب شد و در این زمینه در واقع پای گذار شد نکته جالب اینه که بعد از آمدن آقای احمدی نژاد و رفتن محسنی ایجعی ای و بعد از اون هیدر مسلحی معروف به دو سفر هشت وزارت اطلاعات دوباره صحنه آلودگانی شد که به عنوان فعالیت اقتصادی مردم رو می شکنجه چکنجه می اموالشون رو مصادره می ده. هیئتی شامل نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی به ایران سفر کرد. شب گذشته اینها با محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای روحانی دیدار کردند. به گزارش ایسنا آقای نهاوندیان پس از این دیدار به خبرنگاران گفت این سفر نشان میدهد که ظرفیت اقتصادی ایران از درجه بالایی از اهمیت برای فرانسوی ها برخوردار است. رئیس هیئت فرانسوی نیز هدف از سفر خود به تهران را بررسی شرایط اقتصادی ایران برای گسترش همکاری ها پس از ژنو ذکر کرد تلویزیون ایران گفته است که این هیئت بزرگترین هیئت تجاری غربی است که طی سی سال اخیر به ایران سفر کرده است در همین حال یک منبع در سفارت فرانسه به خبرگزاری رویتر گفت که دیدار این هیئت از ایران تنها حالت بررسی دارد و در این سفر قرار نیست قرار دادی به امضا برسد همکارمان محمد رضا شاهی در پاریس گزارشی در این زمینه داریم که توجه شما را به اون جلب میکنم و همه شما را به پروردگار بزرگ میسپارم محلی رو که در پشت سر من مشاهده می کنید محله لدفانس هست محله تجارتی و اقتصادی و معتبرترین شرکت های فرانسوی دفتری در این محل دارد دلیل حضور همطور که می شرکت های موزم نمایندگان و مدیرانشون همکنون در تهران هستند 116 شرکت نمایندگان خودش رو به تهران فرستاده آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای روحانی که ملاقاتی هم با این هیئت داشته است این سفر رو بسیار مهم میدونه خبرگزاری های داخلی هم همین ادعا رو دارن به این دلیل که میگویند بعد از 34 سال دوباره به همان خط ابتدایی رفته ایم و این بسیار برای جمهوری اسلامی ایران مهمه اما قبل از اینکه محتوای خبر رو خدمتتون گفته باشم واکنش وزارت خارجه بسیار مهم است نماینده و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید که این هیئت فقط برای گفتگوهای تحقیقاتی رفتن و هیچ قراردادی امضا نخواهد شد کافی به فهرست نام شرکت کنندگان در این سفر توجه کنیم جدا از کارخانه سیمانسازی لفرش جدا از کمپانی پژو و رنو برق آلستوم و دهها شرکت مهم دیگر میدونید که پژو بعد از خود داخل فرانسه بیشترین فروش خودش رو در ایران داشته است در سال 2005 فرانسه نزدیک به دو میلیارد دلار صادرات به ایران داشته است خبرهایی رو که میتونم جدا از دیدار آقای محمد نهاوندیان خدمتون گفته باشم یکی از مدیرانی که به ایران سفر کرده مدیر یک کلوپ ورزشی فوتبال است او هم باور داره میتونه به خاطر تعلیم و مربیگری در فوتبال در این باز پس قراردادها حضوری داشته باشد اطلاع دارید که بعد از ملاقات آقای ظریف با آقای کری روز یکشنبه در مونیخ امروز هم آقای فابیوس با نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل خانم باربارا پاورز در پاریس ملاقات خواهد کرد که البته در همین لحظه در حال انجام شدن است آنچه که مسلم است بعد از وضعیت مصر، سوریه و عراق کشور 75 میلیونی ایران بازار بسیار مناسبی برای تمام اعضای اتحادیه اروپا است اما خوشبختانه فرانسه نقش متفاوتی با دیگر کشورها داره و قطعا این همکاری ها که نوید اون داده می شود جدا از ایجاد بازار شغلی رفاه مردم ایران رو بیشتر خواهد کرد در عین اینکه بسیاری از مخالفین حکومت جمهوری اسلامی ایران در پی این باورند که این معاملات تجارتی راه رو برای دموکراسی به کدام سمت خواهد برد پاریس تلویزیون ایران فردا